سلام، من دکتر مسعود متصدی هستم، استاد اتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش کاشت حلزون بیمارستان امیرالله وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز بسیار خوشحال هستم در جمع دوستان دانشگاه علوم پزشکی بابل که اولین کاشت حلزون این استان رو در حال انجامش هستند و واقعا یکی از روزهای بیادماندنی علمی این دانشگاه و این استان هستش. منطقه که تحت پوشش مرکز کاشت بابل خواهد بود، استان مازندران، استان گلستان و شهرهای همسایه، چون در سطح کشور ما طوری برنامه‌ریزی کردیم که این خدمت یک پوشش مناسبی داشته باشه و دسترسی هم نوعان و در واقع هموطنانمون به این مراکز آسان‌تر بشه. بسیار خوشحال هستیم که افتتاح مرکز کاشت حلزون شنوایی رو در بیمارستان آیت الله روحانی و دانشگاه علوم پزشکی بابل داریم. تعداد بسیار محدودی و معدودی از مراکز دانشگاهی هستن که این قابلیت رو دارن و ما امروز خوشبختانه توسط این تیم بزرگ که شامل جراحی گوش و حلق و بینی هست، متخصصین شنوایی سنجی هست، متخصصین گفتار درمانی هستند و عزیزان مربوط به تیم‌های دیگر، تونستیم امروز دو پسر بچه و دختر بچه عزیزی رو که یکی بهشهری بود و یکی فریدون کناری در سن 1.5 تا 2 سالگی عمل جراحی موفق انجام بشه. خدا، بنده مازیار محمدپور هستم، پدر نازگل عزیزم، که ما وقتی 3-4 ماه بود فهمیدیم که نازگل از کم شنوایی رنج میبره. بعد طی حالا پیگیری هایی که انجام دادیم به تهران معرفی شدیم، بعد کلی دوندگی و سختی و تشکیل پرونده و از این مسائل، تا اینکه ساری مؤسسه گفتار درمانی توکا ما رو معرفی کردم به بابل، آقای دکتر کیان کوجوری. ما خیلی خرسندیم که این دو عمل اولمون با موفقیت بسیار خوب همراه بوده، یعنی هر دو شنوایی کامل خودشون انشالله به دست بیارن. باشید، ابراهیم علیزاده هستم از شهرستان فریدون کنار. و چند وقت پیش پارسال فهمیدیم که بچه شنوایی نداره، کم شنوایی داره. رفتیم تهران، باز از اونجا فرستادن بابل آقای دکتر مهادی و آقای دکتر کیارکشوری. خیلی ممنونیم، مثل اولین بار تو شهرستان بابل کاشت حلزون رو انجام دادن. ما هم دومین نفری هستیم که کاشت حلزون رو به بچه ما دادن. خدا رو شکر شنوایش هم ایشالله کامل به دست میاره. خیلی ممنونیم. وصف خوشحالیش برای من و خانومم اصلا غیر قابل وصفه، چون من خودم موزیسیانم، من خودم خوانندم. خیلی برام سخت بود که وقتی برای بچه هم میخونم نمیتونه صدای منو بشنوه، ولی الان خدا شد میکنم دست آقای دکتر رو میبوسم همش. از خودم میخوام بهشون سلامتی و تندرستی بده و من تا آخر عمر من خانم مدیونشون هستم. سپاسگزارم.
تکنولوژی در استان مازندران، استان گلستان و استان سمنان تبدیل به قطب این کار میشیم و حدود 7 میلیون نفر رو میتونیم پوشش بدیم. فکر میکنیم که حدود 10% جمعیت ما در کشور حدود 2000 ناشنوا در سال به دنیا میان که حدود 150 تا 200 تاش مربوط به این منطقه میشه. با توجه به این فکر میکنیم که در سال حدود 100 الی 150 بیمار داشته باشیم که میتونن از این خدمت استفاده کنن و از مراجعه به تهران در واقع صرف نظر کنن. امیدواریم که منشأ صدور خدمات بیشتری برای مردم عزیز شهرستان و استان داشته باشیم.